ها آره کلی دکتر داره. همه منو کامل نمی‌شناختیم. سلام امامیدی. اشتباه میشه تو داستان. واقعا امام حسین بهش رو هول میده. آره هوای ظاهرشو که ما یکیش بودیم داره. همه هم یه داستان خاصی برای خودشون دارن. این قسمت داستان ما هست. ببینید تو هر پیچ و خمی چه جوری قضیه رفت. چیزا بعد من گفتم میگم امام حسین آقا این مثلا من 25 دینار داشتم 25 دینار دیگه هم خریدم بسی دیگه مثلا بیشتر که نیاز این حسین خدا حفظش کنه واقعا این نگاهی به من کرد یعنی من قشنگ خیلی نمیدونم نگاه مظلومانه بود نگاه عاقلا در صفحه بود خاک تو سرت بود خاک تو سرت بود ولی مثلا میخواست من رو آروم رو گفت نه کافی نیست مثلا ولی ایشالا خدا بزرگی گفتیم آره ایشالا خدا بزرگی بچه ها الان 8 ماه میگذره از سفری که ما داشتیم برای اربعین به کربلا. خیلی سفر پرخاطره‌ای بود برای ما و هست و گفتیم که بالاخره بیایم فیلمش رو بگیریم. البته که یه بار دیگه هم فیلمش رو گرفتیم تو خونه. خیلی خیلی توضیح دادیم دوربین رو اینجوری کردیم اونجوری کردیم و متوجه شدیم که بخشی از داستان که تعریف کردیم فیلم روی اسلوموشن بوده و هیچ ضبط نشده بوده. آره اصلا خلاصه خیلی خیلی ماجرا داشتیم. ببخشید که اینقدر دیر شد ولی better late than never. بالاخره اومدیم که این داستان سفر ما به کربلا رو براتون تعریف کنیم. تا اینجای کار خب تو ولاگ قبلی دیدید که ما داشتیم چیکار میکردیم. تو ایران بودیم، یک سفر خیلی خیلی فشرده داشتیم به تهران و بعد قم و بعد شیراز برای جشن امضای کتاب فاطمه. دم همتون گرم که اومدید. داستان ما از اینجا شروع میشه که الان شنبه عصر شب اینا هست، مراسم تو شیراز تموم شده و ما دوشنبه ظهر از کجا؟ تهران. از تهران به نجف پرواز. حالا برای شمایی که خب تو ایران زندگی میکنید و میدونید که وقتی ایام محرم میشه، ایام اربعین میشه، چقدر حالا همه شور و اشتیاق دارن که برن به سمت کربلا، میدونید که خیلی از اتوبوس رانی ها و هواپیمایی ها ریدایرکت میشن به سمت عراق. به سمت عراق یعنی داخل کشور کم بوده بلیت هواپیما. آره. بلیت اتوبوس همه چیز هست، تاکسی و هزار تا چیزه. آره یادتون باشه ما همون شیراز هم که میخواستیم بریم یه جای راه رو تا یزد با خانواده اومدیم و ولی بعد سوار یه تاکسی شدیم و رفتیم به سمت شیراز. یعنی خیلی سخت بود که خودمون رو اصلا برسونیم به مراسم جشن امضا. حالا الان شنبه شبه، خسته و کوفته و اصلا نفهمیدیم چجوری این هفته گذشته و اینا، دوشنبه ظهر از تهران به سمت نجف ما پرواز داریم. من یه چیزی رو اینجا توضیح بدم. من وقتی رسیدم ایران مثلا نمیدونم 10 روز قبلش، خب رسیدم ایران پامو گذاشتم ایران، همون شب نمیدونم یه سری اتفاقات تو عراق افتاده بود که مرزو بستن. آره. خب این اتفاق افتاد، من کل ناراحتم. منم ایران دور سال جشن میذینم ولی هدف اصلی اومدن من و امیر حسین یکیش رفتم به کربلا بود و اصلا اینجوری بودیم که خب از طرف انگلیس میریم، یعنی مثلا اینجوری بودیم، انقدر مصمم بودیم که بریم و تا رسیدیم فهمیدیم که مرز رو اینجوری بستن و نمیدونم من ناراحت شدم. ببین اصلا نمیخواد بشه، حالا هیچ، چون ما جفتیم نرفته بودیم کربلا تا حالا. بعد دو روز شد و فکر کنم کمتر از مثلا 24 ساعت باز شد و مشکلات حل شد و حالا حل نشد و اینا به خاطر حالا زمان اربعین یک کمی پاس شد و خلاصه که باز شد. بعد ما هرچی دنبال بلیت میگشتیم یک عدد های نجومی بود، مثلا یه بلیت توی انگلیس داشتم سرش میکردم که از ایران بلیت هواپیما بخریم از تهران مثلا به نجف، رفت و برگشت مثلا چیز حدود 50 میلیون بود. یعنی اصلا یه چیز ریدیکولس بالا عجیب غریب. اصلا هرچی فکر میکردیم ما نمیتونیم با این هزینه بریم، یعنی اگه مثلا 50 میلیون میخواستیم بریم خب با انگلیس میرفتیم دیگه، چی کاری بریم ایران و این همه هزینه و فلان. حالا بماند که یکی از دوستان ما که از کانادا اینجا زندگی میکردن با همون همسایه‌مون بودن و اینا برگشته بودن ایران، همسر ایشون برای ما بلیت خرید، یعنی به صورت خیلی 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 خاص. خانمش اومد توی مراسم جشن امضا دوست من و گفت آره مثلا همسرم با مثلا خانواده و آقایون رفتن بلیت خریدن.
اینا راهشو بلدن. آره اینا راهشو اینا میشینن پای سیستم انقدر ریفرش میکنن تا چی میشه تا یه بلیط میگیرن. آره بعد این بنده خودم حالا سر نمیدونم کجا بود هر جا بود مثلا یه ساعت میشه سود پای سیستم ما هم دیگه حالا همه چیزایی که نیاز داشت مثلا شماره پاسپورت و حالا همه اینا رو براش فرستاده بودیم برامون خرید. یعنی توی رفت آمد یک مسیری که ما داشتیم میرفتیم ایشون برای ما آره بنده خدا امیر جون اول بلیط برگشت برای ما گرفت و بعدش هم به فاصله مثلا 20 دقیقه بلیط رفت دو نفرمون جور شد. آره اینا... با قیمت خیلی مناسبی که مثلا فکر کنم دونه 3 تومن بود رفت و برگشت. همون قیمتی آره. که نرم بود. آره نه قیمت مثلا 25 تومن هر طرف آره نفر یه چیز نرمال خرید. ما گفتیم خب مثلا داره میطلبه دیگه اینجا خوشحال شد. بعد خب رفتیم قم مراسم گرفتیم و شیراز مراسم گرفتیم و خب بلیط نبود همونطوری که میرسیم گفت و با یه بدبختی به اتوبوس چند ساعت تو راه بودیم. هیچی ما به یه زوری بلیط اتوبوس پیدا کردیم برای الان گفتم شنبه شب مراسم ما تموم شده ما دوشنبه ظهر باید تهران باشیم برای یک شنبه شب ما بلیط گرفتیم دیگه همه چیز لب مرزی ما کلا انقدرم فشرده رفته بودیم مراسم جشن امضا برگزار کردیم مثلا خانوادارم ندیده بودیم همون یه شنبه صبح تا عصر یه خورده یه دیدار کوتاهی کردیم و بعد رفتیم در سطح شهر خیابون مولا سرا یه دو تا دمپایی بخریم دو تا قرص نمیدونم چی بگیر ای حالت بد شد پوماد بگیر برای تاول پا و یعنی اصلا خیلی یه دو تا من پیرن بگیر و یه حوله بگیر همین و رفتیم سوار اتوبوس شدیم و ساعت نمیدونم 9 شب 10 شب بود رفت و 10 صبح ما یه اتوبوس هم میدونین تازه اصلا اتوبوس وی آی پی برید اتوبوس آدمو خسته میکنه له میکنه. آره ساعت 10 صبح روز دوشنبه ما رسیدیم تهران رفتیم خونه یکی از دوستان لباس عوض کردیم و یه دوشی گرفتیم و همه چمدون و این چیزایی که داشتیم و گذاشتیم تو اون خونه اومده خدا با یه کیف کولی راهی فرودگاه شدیم. حالا اینجاش قسمت قشنگش اینجاست ما خب ساعت 10:11 رسیدیم و بعد اینجوری بودیم که خب داریم جمع میکنیم خب عزیزم من میرسیم پول داری آره این پول داری نکته جالبیه. خب ما اصلا نمیدونستیم چه شکلیه یعنی ما تو زندگیمون انقدر سفر با برنامه نرفته بودیم که این سفر کربلا رو رفتیم حالا بهتون میگم با برنامه یعنی خیلی بی برنامه بود و از همه اینجوریش خیلی دلی و توکلی کربلا یعنی از این چیز عجیبه این داستان این هی تکرار میشه تو طول داستانمون که واقعا امام حسین داشت ما رو هول میداد. آره هوای زائرش رو که ما یکیش بودیم داره همه هم یه داستان خاصی برای خودشون دارن این قسمت داستان ما هست که ببینید تو هر پیچ و خمی چه جوری قضیه رفت. داستان این شد که گفتیم که امیر حسین گاهی گفتن امیر حسین ریاله چیه یادم نیست ریال دیناره گفتم دینار داره گفتش که چقدر داشتی 25 من 25 دینار داییم که بابای فاطمه باشه به من داده بود گفته بود این همجوری ته جیبت باشه ما هم این قسمتی که ته جیبت باشه رو نفهمیده بودیم فکر میکردیم اوه الان خیلی پوله و اینا. آره با دینار مثلا کویت و اینا. آره از همه هم شنیده بودیم که واقعا پولم نیاز نیست یعنی اونجا میری همه هوای ظاهر رو دارن و محل اسکان میدن و خورد و خوراک و نوشابه نوشیدنی همه چی مثلا میگفتن تیکر ما هم خیلی خوشحال بعد ببین مثلا خب عراق مثلا ایران نیگه مثلا کارت ویزا کارت و اینا نمیشه استفاده بکنی به اون صورت یعنی حالا اگر یه جای جا بشه مثلا اون سیفتی هر ند یعنی مثلا جاهای دیگه نبود راحت ما با کیف پولمون بریم مثلا با کارت بانکی کارت اعتباری مثلا کانادامون هرچی بریم. آره بعد هیچی دیگه اینجوری شد که گفتم که امیر حسین پول نداریم گفتش که نه اوکی و اینا. بعد فکر اون البته گفته بودن که کارت بانکی ایران جواب میده. آره یعنی بعد... اونو برداشته بودیم به امید اون نخورده گفته بودیم. بعد از فروش کتابا تو شیراز یه 3 میلیون خورده پول نقد بود. آره. ما این پول نقد رو اینقدر پول نقد رو من گذاشتم تو کیفم بودم حالا حداقلش همینه میریم با کارت بانکیمون دیگه. بعد دیگه یعنی وقت نبود واقعا بریم جای صرافی چیزی بخریم. بعد به این امید بودیم که یعنی تا اینجا گفتیم همه چی آرومه میریم فرودگاه تو صرافی فرودگاه صرافی هست آره تبدیل گفتیم پیدا میشه اون فرودگاه. حالا رفتیم فرودگاه قسمت فرودگاه سلام که برای حالا چیز بود. آره فرودگاه امام هم که میرسی دو تا ترمینال داره یه فرودگاه داره که پروازهای بین المللی به مثلا غیر عتبات هست بعد یه قسمت داره فرودگاه سلام ترمینال سلام که برای پروازهای به عتباته اون مثلا 17 کیلومتر فاصله هست. اگر با تاکسی رفتین حواستون باشه این دوتا از هم دیگه جداست. شاتل داره ولی اگر تاکسی همون اول ببرتون سلام کارتون رفت. خلاص من همش امیدمون بود مثلا فوتبال فرودگاه امام که مثلا صرافی توش هست اینا هم توش صرافیه دیگه حالا نهایت نداریم اینجا میریم میخریم. یعنی حالا به این بودیم که پیدا میکنیم صرافی نبود توش.
نبود، یعنی یه سوپری بود ما. یه سوپری بود اون روز باز بود، ما رفتیم یه قهوه بگیریم اینا، به طرف گفتیم میگم تو دینار داری به ما بدی؟ اونم خب معلوم بود میخواست دوبله سوبله حساب بکنه و اینا دیگه. ما با اکراه 25 دینار دیگه واجزتون از این بند خدا. بعد من به فاطمه میگفتم خب این دیگه حله دیگه، ما اون 25 تا که زیاده اونم بود دیگه، الان قطعا با کل دینار برمیگرده. آقای مثلا فرض کن 100 دینار داشت نمیداد، مثلا آقا بده بخریم. آره ولی دیگه خودمونم خیلی مایل نبودیم که بخریم. اصرار نکرد کشوها. بعد مثلا مایی که از مثلا انگلیس و کانادا و اینا اومدیم، یه قرون پول نقد دلاری تو جیبمون. آره نه یورو نه پوند نه دلار، هیچی هم همراهمون نبود. حالا یعنی نمیدونم چیکار که تبدیل کردم اون روزای اول، هرچی بود واقعا هیچی پول نداشت. یعنی خیلی برای خودمون خنده دار بود که ما مثلا از خارج اومدیم ولی پول خارجی همراهمون نیست. این خیلی دیگه از جنس عجایب. هیچی دیگه، ما گفتیم ان شاءالله همین کافیه و رفتیم. و تو قسمتی که حالا از گیت رد شدیم و منتظر پرواز بود، توی اتوبوس که من شب تا صبح بیدار بودم، یکی از بچهای پیج به نام الهام سادات که خدا حفظش بکنه به من پیام داد ساعت 3:30 شب تو اتوبوس. اول صبح خواب بعد گفتنش که ما یه خونه داریم توی کربلا، که یعنی خانواده همسرم اینا. بعد این خانه زواره. آره موکب میشه. آره، اینجا موکب هر سال موکب میشه. منم هیچ وقت نمیرم این تایم رو، ولی امسال از قضا من دارم میرم. خب ما هم فردا میریم، دوست داریم بیان اونجا. بعد من و دوست دارم تو فرودگاه هم ببینم. اولش گفت بیان اونجا و بعد گفت پرواز چون که من پروازمون هم مثل هم بود تقریبا تایمش رو مثلا یه ساعت فردش. بعد قرار شد که تو فرودگاه من نیستش رو امیتون امیلسه یه جا تو کربلا پیدا کردم. جاوا اینا هم که ما نمیدونستیم چه خبری که اصلا گفتیم کاملا کلولس بودیم. آره. واقعا به معنای واقعی کلولس بودیم در مورد این سفر. یه چیزی مثلا انقدر نادون نبودیم اینجوری تو می. بعد من خوش گفتم خدایا مرسی حضرت امام حسین. بعد یه نفرم تو جشن امضای تهران اومده بود که گفته بود خونه داداشم توی نجف بیاین اونجا. ما نجفمون که قرار بریم اونجا، بعد کربلامون هم شد انقدر خوشحال بودم. آره بعد تازه ما بازم نمیدونستیم که چقدر این، یعنی تا رفتیم نفهمیدیم قبلش که چقدر این مهم بوده. میگفتم خب ما هم سوار دیگه میریم دیگه موکب، همین کارم کردیم بخشی از مسیر رو، ولی واقعا اینا هر کدوم خیلی کمک کننده بود. کیفیت موکب با کیفیت خوده چقدر فرق داره. و البته نمیدونستیم ما چقدر تواناییشو داریم، چون واقعا خسته بودیم. یک هفته سنگین که ما تازه از انگلیس اومدیم ایران، تو 3 شهر مختلف مراسم گرفتیم، فشرده اصلا آدم خسته میشه. بعد تازه بخواد بره یک جرنی، یک ادونچر، یک ماجرایی که از لحاظ فیزیکی، از لحاظ ایموشنالی، از لحاظ عاطفی همه چیز اورولمینگ است. چرا کلمات انگلیسی بگم؟ ولی خداست خیلی خلاصه این که ما از الهام صادق خیلی تشکر کردیم، شما موبایلشو گرفتیم تو دایرکت، رفتیم تو واتساپ هم دادیم اون آدرس خونه رو فرستاد و گفت حالا ان شاءالله فردا تو فرودگاه هم دیگه میبینیم. هیچ ما تو فرودگاه ایستادیم، موبایلمونم شارژ نداشت، وایسادیم کنار شارژ، دو تایی اینجوری سیخ اینجوری. بعد هر کی رد شد یه نگاهی اینجوری شما پرژیت تبلرز. آره خیلی هم شناختن اون تو فرودگاه. خیلی اون هر کی رد میشد اینجوری. یعنی خیلی خیلی جای جالبی بود و خیلی از شما رو اونجا دیدیم و کلی حالا دو یهو الهام صادق اومد. ما اصلا نمی‌دونیم الهام صادق چه شکلیه، کیه، چیه، اینا. خیلی باحاله. همه منو امیر حسین کامل می‌شناختن، ما اونا نمی‌شناختیم و اونا اومدن سلام، ما گفتیم سلام. ای شما فلانی هستی؟ ها خب چطوری؟ بعد خیلی حالا شرایط سخت و خاصیه، ولی خب باحاله که بقیه تو رو اینجوری می‌شناسن و اینا. هیچ این الهام صادق اومد و با پسرش اومد اول، بعد با همسرش اومد و سلام علیک کردیم، تشکر کردیم از حرفمون. امیر حسین اینجا یک سوال خیلی خاص پرسید. آره الهام خانم بودن با همسرشون حسین آقا، اومدن ما سلام اول پرسی و چطورید و آره شاید بیام زحمتتون بدیم و نه مزاحمتون نمیشیم و فلان این چیزا. بعد من گفتم میگم آقا حسین آقا این مثلا من 25 دینار داشتم، 25 دینار دیگه هم خریدم، این بس دیگه، مثلا بیشتر که نیاز نداره. این حسین خدا حفظش کنه واقعا یه نگاهی به من کرد، یعنی من قشنگ خیلی نمیدونم نگاه مظلومانه بود، نگاه عاقلا در صفی بود. خاک تو سرت. آره نگاه خاک تو سرت بود. و
ولی مثلا یه جوری فقط میخواست منو آروم بکنه، گفت نه کافی نیست مثلا، ولی ایشالا خدا بزرگه. گفتیم آره ایشالا خدا بزرگه، بازم نمیفهمیدیم مثلا. آره کارت بانکی ایران کار میکنه، ایشالا کار میکنه. آره خیلی مثلا واقعا با لحن ترحم داشت اونجا، داشت خیلی با همون آروم اونجا. آره، ندونیم جواب. ما چه فاجعه ایه. بعد من هم حالا دیگه ما رفتیم نشستیم یه چیزی بخوریم. آره از هم یه خداحافظ کردیم و یه 5 دقیقه بعدش دوباره این الهام خانم اومد و نه 5 دقیقه بعد ما رفتیم ساندویچ خوردیم، رفتیم یه چیزی گوشه ساندویچ خوردیم. بعد هم داشتیم ساندویچ می‌خوریم، حسن آقا یه دو سه بار از کنار ما رد شد، یه نگاهی به ما کرد، احساس می‌کنم خواهد یه چیزی بگه ولی نمیگه. بعد ما هم روم نمی‌شه مثلا چیز بگیم، می‌گیم شاید داره مثلا کاری داره اینا، داره مثلا میره سرویس بهداشتی، حالا هر چیزی. خلاصه که ما پرواز اون تاخیر خورد، پرواز بچه‌ها که 1 ساعت بعد از ما بود زودتر رفت. خب بعد ما واسه دوباره کنار شارژ، الهام یهو دوید و گفت فاطمه ما میبینیم تو، نه فقط یه چیزی. گفتم چی؟ گفت این 100 دلار رو بگیر. گفتم که آها گفت این 100 دلار رو حسین داده، هی می‌خواسته بهتون بده. آره گفته این دست بچه‌ها باشه اگر حالا احتیاجشون شد و فلان اینا، مثلا دست شما. گفتیم نه نه نمیگیریم ازتون اینا، از اونشون اصرار رو از ما انکار، تو رو خدا بگیر. آره بالاخره دادن و گفتن من پروازم داره میره، بچه ها بگیرید، حالا ما کربلا هم دیگر رو میبینیم و مثلا فلان. گفتیم باشه دست شما داره، این ورداشتیم و تا کردیم و گذاشتیم کیفونمونو، گفتیم که خب خدا خیرشون بده، حالا بعد یه فکری هم میکنیم یه چیز براشون بخری و خلاصه هیچی. اونا رفتن و یه ساعت بعدش ما سوار پرواز شدیم و رفتیم به سمت نجف و رسیدیم نجف. این سکانس اول این سفر ما به کربلا، در قسمت بعدی براتون از نجف و قسمت‌های بعدی این سفر میگیم. توی مسیرم هی یکی دو بارم از کنار دستمون دوباره بچهای پیج رد میشدن، میگفتن پیج رد ترابل سلام، گفتن سلام سلام فلان اینا. رفتیم داخل خونه و خیلی هم محبت داشتن در حق ما، قشنگ یه سفره برای ما چیدن. بلافاصله قبل از ما هم زائرای دیگه رفته بودن اونجا شب پیششون، کلی ساختمونه، کلی انگار مثلا آدمای مختلفه مثلا ایرانی مثلا توشون زندگی میکرد. با فاطمه قرار داشتیم که صبح زود بلند شیم، ساعت 5 بزنیم به راه و بریم نمیدونم عمود شماره 0 و 1 و هر چیز از شروع کنیم به مصر. این اتفاق نیفتاد، ولی تو این فاصله ساعت طرف ساعت 4:30 صبح بود که من حالا مثلا یه 3-4 ساعت خوابیده بودم و از خواب بیدار شدم با یک صدای خیلی عجیبی از خواب بیدار شدم. ما پامونو از ساخت اون گذاشتیم بیرون، دیدیم آفتاب 2-3 ساعته که در اومده داره داغ میزنه روی این آسفالت. یه 20 دقیقه گذشت و این برقش هم قطع شد، ولی من فقط میخوام یه لحظه تصور کنید شرایط چجوریه. 2 بعد از ظهر، این چندین ساعته که این زمین و این همه چیز داره آفتاب میخوره. رو فرش میشستی داغ بود، رو صندلی پلاستیکی میشستی داغ بود، بعد پتو گلبافت اونجا بود، فرض کن تو تابستون پتو گلبافت، یه لحظه تصور بکن چقدر سخت، تکیه میدادی به میله آهنی بود داغ بود میسوخت.